اینجا کمپ باجی کندال هستش که ما قبلا اومدیم اینجا که تا چشتون میبینه اون بر همینجور مردم ایزدی هستن. اونجا نگاه کن، عزیز امروز در بیمارستان سعودی اربیل هستیم. تمام هدیه هایی که شما به ما در آمریکا دادید که و ما این داروها رو که حدوداً 365 هزار دلار ارزشش بود آوردیمشون اربیل در بیمارستان سعودی دکتر لقمان افروشی و اینجا به کمک یک دکتر خانم نمام که از روز اول به وقتی که داعشی ها در پارسال تابستون در ماه آگست حمله کردن به کوه سنجار، این بانو از سوئد اومدن و در اون منطقه جنگی موندن و روز هر روز تو کوها موندن که به ایزدی ها سوگاهن. درو بر شما خانم دکتر. تشکر، مرسی لطف دارین. مرسی از این محبتتون که اون لحظه که جنگ بود چی باعث شد که شما برین اونجا و کمک کنین به این ایزدی ها؟ چی باعث شد که من اونجا برم؟ این خیلی زحمتی که جوابشو بدم، اما آدم که احتیاجاتو میبینه دیگه این فکر رو نمی کنه که چیه که چیز میکنه که تو اونجا بری. اون موقعی که ما تیم ما رفت اونجا چهار ماه بود، کسی بهشون نرسیده بود، نه دوا، نه غذا، نه اصلا هیچ کمکی اونجا نرسیده بود. و وقتی که ما رسیدیم اونجا، مثلا مردمای اونجا که تقریبا حدود 350 خانواده بودن، حدود 2000 نفر، بیشترشون بچه بودن بره. و همشون مثلا میگفتن که اینا یادشون رفته مزه خیار و بادمجون قرمز چجوریه، چون چیزی نداشتن بخورن. بعد شروع کرده بودن که هرچی چیز دستشون میومد میخوردن، برای همین حساسیت اینا خیلی داشتیم. مثلا هر روز 3-4 تا بچه میومدن با خورشت و قرمزی درسته اینا که چون خودتون موقع سوئد هستید. بله. و چه خوب فارسی صحبت می‌کنید. من ایران زندگی کردم. چه خوب که من خودم آواره بودم. از چیز خودم اتفاقا توی کوه دنیا اومدم. موقعی که شهر من چیز شده، بمباران شده. بله. چه قلب مهربانی داری که اون محبت رو بده. تشکر. کار خیلی خوبیه که شما میکنین. واقعا کار خیلی خیلی خوبیه، چون که این مردمایی که توی کمپا زندگی میکنن همشون مشکل فشار خون دارن، مشکل بیماری شکر دارن، حساسیت و همه این بیماری های معمولی که پیش همه هستش. اما اینا پول ندارن مثلا برن دکتر ببینن. بله. پول ندارن حتی تاکسی بگیرن از کمپ برن شهر. و شما با این دواها میایین و بهشون میدین، یعنی واقعا کمک خیلی بزرگیه. این هدیه ایرانی خارج از کشور بودش. بله. که به بنیاد کمک کردن. بله. که ما بتونیم این هدیه اینها رو و میدونیم که بیشتر ایرانیایی که کمک کردن به بنیاد هر روز گفتن که ما میخوایم اینو بدیم به ایزدی ها، اینو بدیم به ایزدی ها، اینو بدیم، چون احساس کردن این ایزدی ها هیچ کسی نیستش بهشون کمک کنه. واقعا هم همینطوره، چون که این مثلا یزیدی ها توی خارج از این منطقه کسی نمیشناسه. اما مثلا اگه نگاه بکنی که برای مسیحی ها، چون که اونا خودشون مسیحی هستن، اینا هم مسیحی هستن. درسته. یعنی عشق و علاقه بیشتری هست به اونا کمک بکنن، چون که میدونن که مسیحی اینجا زندگی میکنن. اما کسی تا این که این جنوسایدی که سر یزیدی ها اومد خیلی از یزیدی ها نمیدونستن. درسته. برای همین کمک زیادی برایشون نمیاد.
و این کمکی که شما میکنین واقعا قابل ستایشه. مرسی، سپاسگزارم از همه ایرانی‌ها که به بنیاد کمک کردن. نظرتون درباره این داروهایی که تهیه کردیم، آیا این داروها الان یه مقدار کمبودا رو پر میکنه و باز هم چه چیزهای دیگه به نظرتون چرخته میشه جون افراد رو توی اون کم نجات داد؟ آیا چه چیزهایی هستش که این داروهایی که شما آوردین، مثلا این آنتی بایوتیکی که آوردین، این بله. واقعا جای خوبیه، چون که الان توی کمپ ما به خاطر این هوای گرمی که هست 45-50 درجه است، یعنی این مراجعه توی کلینیک ما توی کمپ حدود 150 نفره هر روز، یعنی دکترامون 150 نفر رو میبینن. 150 نفر در روز؟ در روز. و حساب بکن که از این 150 نفر اگه نصفش، نه بیشتر از نصفش، بچه ها هستن و 180 بچه ها مشکل گاستروانتراتیت دارن، یعنی اینفکشن اینا دارن، بله. و محتاج این آنتی بیوتیک هستن و به همون شکلی که گفتم که مثلا این بیشترشون فشار خونشون بالاست، یعنی درد دارن. مثلا نگاه کردم که خیلی پاراستامول اینا آورده بودی، واقعا خوبه، دواهای فشار آوردی، دواهای شکر آوردی، چیزی که مثلا آدم میتونه زیاد بکنه برای، امیدوارم کمک‌ها بر دوام باشه، یعنی بیشتر بیاد. مثلا حساسیت اینا، پوست حساسیت هم خیلی خوب درم گفته بودم. و بعد شما برای خانمام دوام بودی، برای خانمام خیلی خوب. آیا این چیزا اینا برای خانمام؟ یعنی واقعا چون ما خانم دکتر داریم توی کمپمون و هر هفته مقابل 2000-3000 دلار ما باید دوا بگیریم، فقط برای این بخش چیز بود، یعنی واقعا بله. خب همه همون مصاحبه میکنیم که سعی میکنیم که بازم بیاییم و بازم برای مردم ایزدی رو تو منطقه تنهاشون نذاریم و بازم سپاسگزارم که از اینی که خوب خانم دکتر گفتین که چرختی، چون ما این دوا رو تهیه کردیم، نمی‌دونیم به چی به چی، یعنی با ما نه الان ما سورتش میکنیم، بعد فردا میریم کمپ ان شاء الله، باشه اونجا میبینی خودتون که بله. چجوری استفاده میشه و استاف. مرسی، زور سپاس از شما، امیدوارم کردیش بیر بی، باشه، زور سپاس از همه ایرانی ها که به بنیاد هدیه دادن. که من تو هواپیما نشسته بودم، گفتم که یه خانم بغل دستم نشسته بود که گفت من پرستارم، گفتم من دارم میرم عراق برای، در کردستان عراق برای افراد، ما داریم 5 تا چند میلیون به اندازه 365000 دلار داریم دارو میبریم. گفت اون چیزی که جالب، گفت فرق نمیکنه که شما چقدر داری دارو میبری، فکر اینو بکن که چه زندگی چند هزار نفر رو میتونی نجات بدی، چند نفر انسان رو میتونی نجات بدی. گفت اون ارزشش بیشتر و همین الان این هدیه شما واقعا سپاسگزاریم از تمام هدیه هاتون و مرسی از هدیه هاتون.